درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه هفتم خرداد ماه، همونجور که مشاهده میکنید باز هم 1% منفی برای شاخص کل ثبت شد و بقیه شاخص ها هم کماکان منفی هستند. این در حالیه که نوسانات دامنه بورس در حال حاضر روی 2% هستش و اگر که این نوسان کم نمی شد ما این روزها شاهد منفی های بیشتری هم شاید می بودیم. آمار هم که کماکان آمار بسیار بدی هستش و باز هم صفحه فروشی های امروز ما تعدادشون بسیار زیاده، البته نسبت به دیروز یه مقدار کمتر شدند، ولی باز هم 379 نماد در صفحه فروش و همونطور که مشاهده میکنین 680 نماد هم در انتهای بازار منفی بودن در برابر 117 نماد مثبت. باز این هم نسبت به دیروز شاید یه ذره تعدادی بهتر شده باشه، ولی همونطور که مشاهده میکنید 86% نمادها منفی، 14% فقط مثبت. دیروز که تقریبا فکر کنم 4% بود، حالا 10% به مثبت ها اضافه شد امروز، ولی خب این قضیه هنوز قابل قبول نیست و همونجور که میبینید اغلب منفی های امروز متاسفانه بین منفی 1 تا منفی 2 بودن مجددن، یعنی تو این قسمت دوباره پس رفت داشتیم. حالا دیروز یه ذره اینها بین 0 تا منفی 1 بودن، امروز منم بین منفی 1 تا منفی 2 و منفی های حالا بیشتری را میشه گفتش که در این قسمت داشتیم. سرانه فروش هم که میبینید کماکان نسبت به سرانه خرید با 15 میلیون تومان اختلاف بیشتر هستش. تنها تحرک قیمت هست که اونم تو لحظه آخر، یعنی ساعت 12:27 به بعد، اون 3 دقیقه آخر میبینید که تحرک سبز ها اومده بالا و حالا باید ببینیم که آیا این تحرک میتونه فرد و هم ادامه دار باشه و آیا میتونه تغییری ایجاد بکنه یا نه، چون به تنهایی هم این نمودار حالا خیلی فایده ای نداره، این باید با چند تا نمودار دیگه حرکتش دیده بشه و خب فعلا که تعداد نمادها و صف فروشی ها و خروج پول هم تازه داشتیم امروز. خروج پولمون هم 388 میلیارد تومان بود از بورس که تقریبا باز عدد سنگینی محسوب میشه. ارزش معاملات خرد هم حدود 3000 هستش، 3000 میلیارد تومان، که البته خب تو این وضعیت یه چیز تقریبا طبیعیه و از منفی به مثبت اومده هامون 82 تا، از مثبت به منفی رفته هامون 13 تا. دوباره توی این قسمت هم میبینید که یه تغییر کوچیکی را مشاهده میکنیم، یعنی حالا شاید یه آخر تقریبا بهتری نسبت به اول بازار یا نسبت به آخر روزهای گذشته داشتیم، اینجوری بگیم بهتر، روزهای گذشته آخر قضیه هم این اتفاق نمی افتاده. امروز یه ذره آخر بازارمون میشه گفتش بهتر از آخر بازار روزهای قبله و خب حالا باید ببینیم که آیا شاخص کل که الان به عدد 2,056,000 رسیده آیا در محدوده 2,000,000 میتونه دووم بیاره و حمایت میشه، چون که بالاخره عدد 2,000,000 از نظر روانی یک عدد خوبی برای شاخص کل شاید محسوب بشه. فعلا نمیتونیم اظهار نظر داشته باشیم راجع این قضیه، چون که هنوز بازگشتی را در نمودارهای مختلف مشاهده نمی کنیم و حالا فقط نمیشه به این یه دونه بسنده کرد یا حالا آخر قضیه یه ذره بهتر شده. این تعداد صفحه فروش واقعا زیاد هستن، تو همین صفحه فروش هم تو نیمه اول بازار امروز خیلی بیشتر بود تعدادشون. اینو هم این تو این قسمت هم شاید بتونیم بگیم که آخر بازارمون باز یه ذره صفحه فروشمون کمتر شدن، چون ببینید ساعت 10:17
تعداد همین صفحه فروش حدوداً 561 بوده، 560 تا 561 و صفحه خریدیامون 13 تا بوده فقط. آخر کار یه ذره تفاوت را احساس میکنیم، 379 به 28 یه ذره جلو اومدن دیگه. و حتی تعداد نمادهای منفی مونم آخر بازار کمی کمتر شدن نسبت به اواسط بازار، که ببینید همش روی 750 نماد منفی را داشتیم، 750 به 35 بودن، آخر کار 680 به 117 بازار کار خودش رو تمام کرده. یعنی تو تمام این نمودارها یه آخر تقریبا خوبی را نسبت به روزهای قبل داریم. روزهای قبل آخر بازارشون اینجوری نمیشد، البته خب باز هم خیلی کمه، یعنی همین آخرش هم بخوایم نگاه کنیم 680 به 117 واقعا عدد زیادیه و تقریبا میشه گفتش 5 برابر 5-6 برابر هستش. یعنی اینجا نگاه بکنید خیلی عدده، همین 14% برابر 86 کماکان زیاده، ولی خب روزهای قبل همین 4-5% بوده دیگه. دیروز کم 3% 4% اصلا مثبت داشتیم آخر بازار، امروز 14% شده. و خب این مثلا اواسط بازار خب مقدارش خیلی کمتر بود، این چون در اصل زیر 10% بود، 7% 8% بود. آخر کار بالاخره یه ذره بهتر شد و حالا ببینیم که آیا فردا هم میتونه این روند بهتر را ادامه بده یا حداقل دوره آخر بازار فردا هم مثل امروز بازگشتی باشه، تا ببینیم روی 2 میلیون بالاخره میتونیم تفاوتی رو ببینیم یا نه. در حال فعلا که اوضاع بورس اینجوریه و سرمایه گذارها مایل نیستن در این بازار سرمایه گذاری رو داشته باشن. روزهای گذشتم اشاره کردیم به این موضوع، خب بحث انتخابات خیلی مهمه، از اونجایی که هنوز مشخص نیست اصلا چه کاندیدایی داریم. حالا مثلا اگه که آدماش مشخص بودند هم خیلی بهتر بود، میگفتیم بالاخره حالا گزینه یک بهتر از گزینه دو، مثلا دو بهتر از سه، اینجوری یه برآوردی میتونستیم روی افراد داشته باشیم. الان اصلا هیچی اون قسمت هم مشخص نیستش. تا تقریبا فکر میکنم تاریخ 10 تا 14 هست ثبت نام افرادی که میخوان نامزد بشن، ثبت میکنیم ببینیم که 10 تا 14 چی میشه. و خب شاید اگه دامنه نوسان رو یکم کمترش هم میکردن، یکش هم میکردن، ما شاهد منفی کمتری میشدیم توی این روزها، ولی خب حالا دیگه باید صبر کنیم که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنون که توجه کردید، منتظر نظرات خوب شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.